سلام خدمت دوستان عزیز، مخاطبین گرامی برنامه های ما کانال روراست در یوتیوب. عزیزان، ما امشب مهمان ویژه‌ای رو داریم که با ایشون در فضای مجازی آشنا شدیم و متوجه شدیم که چقدر ایشون در زمینه تخصصی خودشون که ارتباطات هستند به اصطلاح سواد و مهارت دارن و چقدر زحمت کشیدن. آقای دکتر قاسمی نژاد هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر، خیلی ممنونم که تشریف آوردین، دعوت ما رو پذیرفتین و این سوالات بی نهایتی که ما داریم در زمینه های مختلف ارتباطات، خصوصا در عصری که این ارتباطات خیلی تنگاتنگ شدن، رو در جلسات مختلف ما به شما زحمت میدیم و ازتون سوالاتی در این زمینه میپرسیم. آقای دکتر قاسم نژاد، اگر ممکنه برای مخاطبین ما، چون چهره شما ناشناس تازه تشریف آوردید، برای مخاطبین ما خودتون رو معرفی کنید و اگر ممکن است تخصص خودتون، از تحصیلاتتون، از مهارت‌هاتون، از کارهایی که کردین برای دوستان ما، برای مخاطبین ما صحبت کنید و تا اینا آشنا بشن دوستان ما با شما. خواهش میکنم. بله، خدمت شما و تمام کسانی که مخاطبین برنامه‌تون هستن سلام عرض می‌کنم. من حالا داستان تحصیلات اینا رو در یه چارچوب میگم که در واقع در ارتباط با اینکه چرا اینجا انداب کردم هم یک داستان معنیداری بشه. من موقعی که وارد دانشگاه شدم دهه 1980 میلادی، دورانی بود که الکترونیک خیلی داغ بود و ریولوشنری بود. منم دانشگاه برق دانشگاه صنعتی شریف شروع کردم الکترونیک خوندن. همونطور که ما داشتیم الکترونیک میخوندیم، بعد کم کم متوجه شدیم که کامپیوتر هاردویر داره مهم میشه. یعنی درست در همون موقع بود که پرسونال کامپیوترها داشت رشد میکرد. این حرفا من فوق لیسانس همون دانشگاه صنعتی شریف رفتم کامپیوتر هاردویر و طراحی میکروپروسسور VLSI، یه دستگاهی بود که برای طراحی چیپ ها و اینا ما در واقع تز فوق لیسانس هم بود. بعد وقتی که بعدم یه مدتی رو نرم افزار و شبکه و این حرفا کار کردم، همینطور که در واقع این تکنولوژی داشت ایوالو میکرد، منم به عنوان مهندس اینو داشتم دنبال میکردم و خودم آپ تو دیت نگه میداشتم. بعد مهاجرت کردیم به کانادا توی سال حدود سال 2000 و تازه من رسیده بودم کانادا و به طور مسلسل کتابای این لایبرری منطقه وست ونکوور رو میخوندم. از قضا یک کتابی رو خوندم نوشته آقای پیتر دراکر که ایشون یکی از فاوندرهای منیجمنت بای ابجکتیوز هستش. بعد این یه کتاب داشت و تو اون کتاب نوشته بود که یه جایی از کتاب داشت داستان تکنولوژی رو توضیح میداد و گفت بله، ما در قرن بیستم تکنولوژی برامون خیلی مهم بود و انفورمیشن اند کامیونیکیشن تکنولوژی دنیا رو داشت تغییر میداد و این حرفا. بعد من به خودم گفتم آره دیگه، این زندگی منه، انفورمیشن تکنولوژی و کامپیوتر الکترونیک و کامپیوتر و این حرفا. چه من جای خوبی بودم تو این 20 سال گذشته از 80 و 90 سال 2000 بود. بعد بلافاصله جمله بعدی نوشته بود که ولی در قرن 21 ما هنوز ICT انفورمیشن کامیونیکیشن تکنولوژیز رو، یعنی تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات رو خیلی دوست داریم، ولی تاکیدمون دیگه روی اینفورمیشن نه روی اون تکنولوژی ها. گفتم ای داد تو دل خودم که ای من الان همه عمرم روی الکترونیک و کامپیوتر هاردویر و اینا رو بوده، اگه بخواد بره روی اینفورمیشن اون بیشتر نرم افزار اینا هستش. و کم کم شروع کردم مطالعه کردن راجع به اهمیت اینفورمیشن و تو دانشگاه هم اینجا تو ونکوور درس میدادم و هنوز هم همونجا دارم درس میدم. و بعد که به اهمیت اینفورمیشن پی بردم، دیدم که این اهمیت اینفورمیشن، یعنی تأثیری که این تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات داره، این هستش که این اطلاعات رو انسان ها برای تصمیم گیری استفاده میکنن و یه دفعه بیشتر و بیشتر علاقه شدم به این اهمیت اینفورمیشن. این شد که وقتی دکترامو میخواستم شروع بکنم توی این دانشگاه SFU، در واقع توی دانشکده ارتباطات کامیونیکیشن سکول،
اونجا در واقع یه فیلد اینتردیسیپلینری رو انتخاب کردم و بالاخره بعد از فراز و نشیب هایی که میخواستم تزم رو انتخاب کنم، تأثیر اطلاعات یعنی همین Information and Communication Technology، تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات رو روی مشارکت مردمی در دموکراسی بزرگ، یعنی حالا توضیح اگر خواستیم توضیح میدم، دموکراسی مثلا فقط کن ما ممکنه 5 نفری هم بخوایم تصمیم دموکراتیک بگیریم، ولی اینجا دیگه تکنولوژی و ارتباطات چون دور هم نشستیم مهم نیست، ولی در سطح جامعه گرفته اهمیت تکنولوژی مهم میشه، به خاطر که اگه من میخوام که از راجع به یه اتفاقی که در مونترال اتفاق افتاده من تو ونکوورم با خبر بشم، اینجا حتما باید تکنولوژی ارتباطی اون خبر رو به من برسونن و رسانه ها و تمام بایاس رسانه ها و این حرفا یه دفعه وارد ماجرا میشه، یعنی یه دفعه این مهم میشه که این تکنولوژی موجود چیه. اگه در 1920 هم روزنامه است که میتونه منو در ارتباط با بقیه جامعه قرار بده، اگر که 2020 اون وقت سوشال میدیا است که منو داره در ارتباط قرار میده، به علاوه همه این کیومولتیو، یعنی هنوز روزنامه ها هستن، تلویزیون و رادیو اینا هم هستن و یه دفعه مجموعه خیلی گسترده تری از رسانه ها وارد میشن و تازه سازمان های رسانه، اقتصادی که این پشتش هست و اینا همه مهم میشه. دیگه فاسینیتد شدم، یعنی وقتی وارد رشته کامیونیکیشن شدم به عنوان یه مهندس دیگه رفتم توی این بحث علوم اجتماعی و تاثیرات اجتماعی این تکنولوژی های جدید و ارتباطات و اون کاری که در جوونی به عنوان کار الکترونیک و کامپیوتر میکردم، حالا شروع کردم به مطالعه تاثیراتش روی دموکراسی و غیره. خب حالا این دیگه فقط داستان زندگی من نشد، داستان اون تکنولوژی هم شد دیگه، اقلا حوصله شنوندگان سر نرفت. بسیار عالی، خیلی زیبا و جذاب تعریف کردیم که چگونه این سیر تحول و آکادمی که خودتون رو به پیش بردیم. من برای دوستانی که در واقع با آقای دکتر آشنایی چندانی ندارن، یه مقداری خلاصه تر این موضوع رو در جزئیات میگم که ایشون در زمینه ارتباطات، همچون که خودشون الان فرمودن، از دانشگاه سیمون فیزر در بریتیش کلمبیای کانادا دکتراشون رو گرفتن و هنوزم الان جزو هیئت علمی دانشگاه کاپلینو هستن. کاپلانو یونیورسیتی. من اونجا وقتی که اصلا اومدم، قبل از که پی اچ دی رو شروع کنم، تو این دانشگاه تنور شدم دیگه، در نتیجه وقتی دکترامو هم گرفتم همینجا دیگه تنور و سینیور و این حرفا بودم، برگشتم همونجا. ولی تو همون اس اف یو درسای مربوط به اینجا تو دانشکده بیزینس اپریشنز منیجمنت، یعنی مدیریت عملیات و آمار و اطلاع استاتستیکس اند پروببیلیتی فور بیزینس و اینفورمیشن سیستمز، دیسیژن میکینگ، تصمیم گیری، اینا درس میدم. ولی درسای مربوط به دموکراسی و ساینس اند تکنولوژی استادیز، یعنی مطالعه تاثیر تکنولوژی رو، تو همون دانشگاه سایمون فریزر یونیورسیتی درس دادم. بله بله، بسیار عالی. به هر حال ایشون الان در واقع در این مرحله هستن و شانس ما اینه که الان خودشون هم قبل از اینکه مصاحبه شروع بشه برای ما توضیح دادن که یک سال در واقع برای یک فرصت علمی که برای یک کتابی دارن کار میکنن مرخصی دارن و شانس ما هم سعادت ما اینه که الان بتونیم ازشون استفاده کنیم، از نظریاتشون، از نظریات کارشناسیشون، و بتونیم باشون مصاحبه های متداومی رو داشته باشیم. اینم سعادت ماست که یک سری سوال هایی رو مطرح کنیم که به طور قطعیشون از نگاه کارشناسی میتونن اینها رو بسیار بسیار جذاب و بسیار بسیار درست و کارشناسی شده ارائه بدن. آیا دکتر اگه اجازه بدیم من اولین سوالم رو مطرح کنم که سوال خیلی مهم نیست، در ارتباط با رسانه است. در واقع همونجور که خودتون گفتین، عصر ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی و اینفورمیشن، اطلاعات و سرعتش هم خیلی خیلی بالاست. اگر ممکنه برای ما، مخاطبین ما، توضیح بدین شما آیا یک پدیده به نام مهندسی اذهان عمومی وجود داره، و اگر وجود داره تعریف این چیست؟ ام
یک خواستی برای مهندسی کردن اذهان عمومی وجود داره که در واقع همیشه و این تاریخی هستش، فقط تکنولوژی جواب میشه. بر ترتیب صاحبان قدرت دوست دارن که پابلیک اپینیون یا عقیده عمومی مردم رو یا عقیده مردمان رو یا دیدگاه مردمان رو کنترل بکنن، به خاطر اینکه اگر که کنترل نکنن اعتبار از یه طرف، از طرف خواسته ها ممکنه با اون چیزی که داره انجام میشه متفاوت باشه و نارامی اجتماعی به وجود میاد. در نتیجه از قدیم، از هزاران سال پیش، مثلا موقع قدرت دست کلیسا بوده، اونا کنترل اذهان عمومی براشون مهم بوده. بعد در دوران فئودالیسم، در دوران سرمایه‌داری، همه افرادی که در قدرت هستن دنبال، و هم در فرض کن در اتحاد جماهیر شوروی، من نمیخوام بگم که بعضی ممکنه فکر کنن که این بستگی داره، من فقط این دوره های اجتماعی اونطوری که به طور عموم دارم میگن رو نام میبرم. در همه این سیستم ها این مهم هست که اذهان کنترل بشن، و بعضی از سیستم ها، فرض کن سیستم اتحاد جماهیر شوروی، سعی میکنن که از هان رو کنترل بکنن به اون هدفی که میخوان، به اون سمتی که میخوان ببرن، ولی کارشون رو با موفقیت انجام نمیدن و از زورم سعی میکنن استفاده بکنن. نستش که یه سیستمی مثل سیستم اتحاد جماهیر شوروی یه سیستمی است که مهندسی، اتفاقا به نظر من علت کالاپسش این بوده که در مهندسی از هان عمومی با همه تلاشی که کرده شکست خورده و سهم زور در مقایسه با اقناع، یعنی ایجاد کانسنت که در واقع این ترمیست که حالا بعدا اگه وقت شد توضیح میدم واسهتون، در اونجا زیاد بوده. در کشورهایی که، در کشورهای غربی که موفق شدن انتهای جمع شوروی رو به کالاپس بکشونند، این ایجاد کانسنت یا ایجاد رضایت عمومی به صورت نرمتری صورت گرفته، نه اینکه هیچ وقت از دور صورت نگرفته و ادوارد اسنودن و آقای جولیان اسانج توی حبس نیستن، ولی میزانی که از زور استفاده میشه در مقایسه با میزانی که از علم روانشناسی اجتماعی و روان انسانی استفاده میشه برای اومان کنترل، ناچیزه یا حداقل مردم لمسش نمیکنن، عموم مردم، و در این مهندسی از آن عمومی موفق تر بودن. ولی این یه پدیده است که بله، اگه سوال اینجاست که آیا مهندسی از آن عمومی وجود داره، بله. حالا یه سوال دکتر دیگر هم بگم قبل از که بریم جلو. این یه خواسته است که همه دارن، یعنی بیزنسمن ها دوست دارن که مایند مردم رو کنترل کنن که کالای اونا رو بخرن. این یه فیلدی است به نام مارکتینگ. اونایی که این رشته رو تحصیل میکنن، مارکتینگ و ادورتایزینگ استفاده از مایند کنترل هست برای اینکه در واقع کانوینس کنی، یعنی متقاعد بکنی یه مشتری رو که بین کالاهای موجود کالای شما رو انتخاب بکنه. سیاستمدارا که به من رای بدن. در واقع اونجا پابلیک ریلیشن تیم هر کاندیدیتی توی یک دموکراسی دنبال همین کانوینس کردن از حال عمومی هست برای اینکه بیان به من رای بدن، تا میرسه به اون کسی که الان قدرت رو در دست داره. فرض کن الان حالا دیگه تو انتخابات برنده شده، به حکومت رسید، اونم باید رضایت مردم رو انجینیر بکنه و راضی رضایت مردم رو تامین بکنه. چامسکی اسمش گذاشته مانیفکتچر، یعنی کالی بکنه که تولید بکنه اون میزان رضایتی رو که ثبات اجتماعی رو به بار میاره. همه دنبالش هستن ولی همه موفق نیستن. این که همه دنبالش هستن یه چیزه، این که تا چه، بعضی آخه فکر میکنن که چون اینا همه این کسایی که گفتیم سعی در مهندسی از هان عمومی دارن، پس ذهن همه افراد هم مهندسی شده است. این تیکش هم حواسمون باید باشه که این موفقیت اونا هم 100% نیست، و حالا علت شد دیگه بعدن صحبت. بله بله، پس اینجور که من متوجه شدم، بله، مهندسی اذهان عمومی وجود دارد و تاریخچه دارد از هزاران سال پیش، و الان به واسطه وجود تکنولوژی های
جدید شاید مؤثرتر عمل میکنن و با سرعت بالاتری عمل میکنن نسبت به اون زمانهای قبلی. و فقط هم در موارد سیاسی نیستن اینجور که من فهمیدم، در موارد اقتصادی مثل فروش محصولات، در زمینه های فروش محصولات مثلا رشته جدیدی که تقریبا هست به نام مارکتینگ، وظیفش اینه که در واقع یک جور مهندسی از خانه عمومی بکنه و همچنین تبلیغات برای فروش یکی از راه‌هایی هستند که مهندسی از خانه عمومی می‌کنه در جهت فروش محصولاتشون. حالا چون دایره تجارت در کشورهای سرمایه‌داری بسیار بسیار بزرگی گسترده است، فقط محصولات روزمره نیست، مثلا فرض کنید دارو هم میتونه یه محصول باشه و برای مثلا فروش دارو هم میشه مهندسی از خانه عمومی کرد و حتما نباید این فروش دارو در واقع یک موضوع خیلی خونسا یا به نفع سلامت مردم باشه، بلکه میتونه این موضوع اقتصادیش و سوددهیش هم از جهت کنترل از خانه عمومی اهمیت پیدا کنه. یا فرض کنید که ما صنایع سلاح اسلحه سازی داریم و بسیار بسیار قدرتمندن، خب اینا هم برای فروش محصولاتشون احتیاج دارن به مهندسی از خانه عمومی. پس میبینیم که در واقع تمام ابعاد این بیزینس ها یا تجارت رو در بر میگیره که در یک هرم شاید در آخرش به سیاست میرسه. در واقع اون بالا سیاستی است که در جوامع سرمایه‌داری باید این محصولات، این وریتی، این انواع محصولاتی که تحت این تو این جامعه داره در واقع باید فروش بره مهندسی از خانه عمومی کنه، از جمله اینا که من گفتم. حالا برای من مهمه اینجور که شما گفتین، دقیقا کاملا من خیلی ممنونم، متوجه شدم. برای من مهمه که شما گفتین که همیشه 100% این اتفاق نمیافته. بله بله، این که کاملا درسته، ولی آیا شما چقدر فکر میکنید تا چه اندازه اینها تونستن موفق بشن که مهندسی از خانه عمومی کنن؟ تا چه اندازه؟ 70%، 80%، 50%؟ شما یه متوسط، چون شما در این زمینه ها تحقیق کردید، حداقل در جامعه کانادا این تحقیق رو دارید، شما فکر می‌کنید که تا چه اندازه این مهندسی از خانه عمومی موفق بوده، حالا در زمینه های مختلف؟ بله، خیلی ممنون از سوال بسیار خوبتون. من یه کارکشن بگم، این من گفتم همیشه مؤثر بوده و گفتم تکنولوژی ها تعدادشون، تکنولوژی های ارتباطی، یه موقع انسان ها فقط از طریق word of mouth با هم دیگه، oral societies بوده، یعنی جوامعی که از طریق گفتگو بعد ارتباط با هم برقرار میکرد، بعد خط ایجاد شده. در نتیجه به وجود اومدن خط ما امکان اینو پیدا کردیم که با نسلهای بعدی خودمون ارتباط برقرار کنیم. دقت کنید که اگر انسانها خط رو اختراع نمیکردن، فقط توی آدیو سوسایتی باقی میموندن، یک فرد فقط میتونست با حرف اطرافیان خودش حرف بزنه و ولی وقتی خط به وجود اومد، over the time من میتونم یه چیزی رو بنویسم و مستقیما بدون اینکه یه نفر دیگه، مثلا اون قدیم قبل‌تر از ایجاد خط من با پسرم حرف می‌زدم، پسرم با پسرش باید حرف می‌زده، ولی با وجود اومد خط من میتونم یه چیزی بنویسم، نوه من مستقیم حرف منو بخونه. این تکنولوژی ها هی روی هم دیگه اضافه شده، ولی اینکه مایند کنترل مؤثرتر شده باشه رو ما قطعا نمیتونیم بگیم. یعنی فرض کنین مثلا چاپ رو در نظر بگیرین، به وجود اومدن چاپ باعث شد که ارباب کلیسا فکر کنن که خب به به، حالا ما دیگه میتونیم اون چیزایی رو که قبلا نمیتونستیم منتشر بکنیم رو منتشر بکنیم. و و بیشترین کتابی که توسط چاپ گوتنبرگ چاپ شده، گس وات، انجیل چاپ شده. درست؟ پس بنابراین اینا گفتن که خب ما که مایند کنترل میکردیم و همه رو ذهنشون میومدن تو کلیساها سخنرانی میکردیم، حالا از این بعد میتونیم مطالبمون رو
پابلیش کنیم و از طریق چاپ به دست همه برسیم. منتشر. در این لحظه شما به اون لحظه که نگاه کنیم میبینید که خب پس مایند کنترل قوی تر شد، یا حدس میزنیم قوی تر شده باشه. ولی از اون طرف خود همین چاپ باعث میشه که آقای لوتر هم نوشته و طرفدارانش نوشته های لوتر هم چاپ کنن و تو کل اروپا پخش کنن، نوشته های گالیله هم پخش بشه. در نتیجه این حالا به افرادی هستن که اینا رو بهش میگن یوتوپیانیستا، یا یکی طرفدار یک فکر میکنن که تکنولوژی مدرن خیلی ایمانسیپاتوری هستن، نجات بخش هستن. ولی یه آدم خیلی هستن پسیمیست هستن، یعنی میگم تکنولوژی مدرن همطور که شما گفتین باعث سفتر شدن این کنترل روی ذهن انسان میشن. من خودم شخصا وقتی که به تاریخ هم معاصر هم تاریخ گذشته ارتباطات نگاه میکنم میبینم که در این همطور یه باتل گراوند، یعنی یک صحنه مبارزه باقی مونده. هر تکنولوژی جدیدی که اومده، ارباب قدرت اون زمان هر کسی که بوده سعی کرده که از اون برای کنترل بیشتر استفاده کنه. و در هر زمان هم شما اگر نگاه کنید، در همون زمانی که تلویزیون مثلا دامیننت میدیا شده بوده، از همون تلویزیون چقدر استفاده شده و اتفاقا فیلمایی که از ویتنام در آمریکا پخش میشده چقدر باعث شده که مردم به مشکلات این کاری که دارن تو ویتنام میکنن پی ببرن، در حالی که فقط اگر رادیو بود نمیدیدن این صحنه ها رو. و شاید اون حالت اینستابیلیتی که تو جامعه آمریکا در اثر جنگ ویتنام به وجود اومده بود پیش نمی اومد. اینه که من مؤثر تر شدنش رو نمیتونم جنرال بگم. تو بعضی از وقتا مایند کنترل تایت تر میشه در اثر تکنولوژی. زمان که میگذره میبینیم که مردمان از همون تکنولوژی هایی که برای مایند کنترل استفاده میشده 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد برای نجات جامعه بشر از مایند کنترل یا گسترش اطلاعات و اینا استفاده کردن. خب این سر جاش خیلی مثال های خوبی زدین. این در واقع یک کارکشنی بود که اون مسئله خیلی ها معتقدن که اونایی که و بیشتر تو جامعه آثاری منتشر میشه برای عموم مردم که خیلی پسیمیستیکه، یعنی تکنولوژی جدید اینطور، سوشال میدیا بچه‌ها رو اینجوری کرده، این حرفا. اینا یه تاثیرات کوتاه مدت داره، یه تاثیرات بلند مدت داره. من نمیتونم اینو تایید بکنم که در بلند مدت واقعا برنده. و بگم آرتیکلایی هست، مثلا بحث هست بین اسکالرای میدیا افکتس، یعنی یه فیلدی هست تو کامیونیکیشن به نام میدیا افکتس، و در اونجا در واقع بحث هست بین کسایی که معتقدن که strong media effects theories، یعنی تئوری های میدیا افکت به عنوان یه چیز بسیار قدرتمند، و ویک، دوستانی که نگاه میکنن اگر سرچ کنن توی اینترنت weak media effect theories یا periods، اینه که در زمانهایی ضعیف میشه بعض وقتا قوی میشه. سوال مثال های خیلی جالبی رو مطرح کردین، مثل فروش دارو، فروش اسلحه، و من میخوام به اینا مسئله فروش خود cultural products، یعنی این افرادی که توی بله، یعنی نه تنها الان از mind control برای فروش محصولات استفاده میشه، خود فروش محصولات دارو و اسلحه که ما فکر میکنیم که در واقع بعد بر اساس نیاز مردم باشه، و به علاوه همه کانسیومبل، همه چیزهای دیگه مصرفی مردم، یکی ازش که دایرکت تبلیغ میکنن، یعنی میان میگن آقا مثلا یه ماشین رو میذارن، یه دختر خانمی هم بغلش واسطاده، یه رنگ و لعابی هم بهش میدن که اینو از سایکولوژی انسان‌ها استفاده کنن که این ماشین رو بفروشن. ولی از اون پیشرفته تر ظرف 50 سال گذشته، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، این آقای آدورنو و هوکنهایمر و کسایی که توی فرانکفورت اسکول هستن این کالچورال اندستریز رو مطرح کردن، یعنی خود محصولات فرهنگی یه چیزایی است که تولید میشه، در داخل این محصولات فرهنگی فروش همون سلاح و فروش دارو و بقیه محصولات امبدده، یعنی تو دلشه. بعد تازه خود این محصول فرهنگی مثلا یه فیلم سینمایی، خود این دوباره مارکت میشه، یعنی یه لایه پیچیده تری وجود داره به نام کالچورال اندستری مارکت. و بله اینا دکتری که میخواستم بگم اینه، اینا کاری که انجام میشه، مثلا فرمودین فروش دارو، خب فروش دارو شما فهم میکنیم برای اصلا نیاز مردم باید باشه دیگه، ولی خب همه چیز باید اصلا اینجوری باشه. اگه فکر کنین
همه چیزهای دیگه هم قاعدتا باید مردم چیزایی که نیاز دارن رو بخرن دیگه. یعنی الان ما داریم وارد درس مارکتینگ میشیم. توی اگه مردم بنا بود فقط اون چیزایی که نیاز داشتن بخرن، اون بهش میگن نید. اگه مردم برای هر چیزی نیاز دارن بخرن، میزان فروش محصولات یه دفعه نصف میشد. به خاطر اینکه من چک شده بودم از همه بهتر لاکت مارتن. نه ولی نکته اینجاست که اگر که مردم فقط اون چیزایی که نیاز داشته باشن بخرن، خیلی محصولاتی رو پس نخواهند خرید. این هستش که یکی از کارهایی که توی فیلد مارکتینگ انجام میشه ایجاد وانته. اولین چیزی که مردم نیازمندی رو اول آماده میکنن از لحاظ روانی، ترجمهش میشه، ترجمهش نمیشه نیازمندی. شما به یه چیزی نیاز داریم به اونو میگیم نید. وانت ترجمهش میشه خواسته. شما میتونین یه سری چیزایی رو بخواین که اصلا بهش نیاز ندارین. و وظیفه مارکتینگ در همه این فیلدها این هستش که اول ما برای اینکه یه محصول رو بفروشیم، اول ممکنه اون محصول اصلا مردم نخوان. اول ما باید بریم خواستش رو درشون ایجاد بکنیم. اینکه بهش نیاز دارن یا نه رو خودشون اصلا ممکنه ندونن. اینه که مارکتینگ در زمینه خواست کار میکنه، نه نید. نیدهای انسان ها خیلی لیمیت محدودن، ولی خواسته هاشون میتونه سر به فلک بکشه. این هستش که اینه که در واقع تو فروش دارو مثلا، خب اون داروهایی که برای نجات انسان ها لازمن و دکتر تجویز میکنه، همون تازه مارکتینگ ها میرن، تیمای مارکتینگ شرکت های داروسازی میرن روی پزشکا کار میکنن که این دارو رو بفروشن یا اون دارو رو بفروشن. حالا غیر از اون، ولی کل دراگ اینداستری در واقع اینقدر مارکت بزرگیه، به خاطر اینکه شما میرین روی کانتر داروخانه نگاه میکنین، شاید 10 برابر اون کانترهایی که تو ویترین با نسخه میدن داروهایی هست که مردم وانت دارن، میخوان لاغر شن، میخوان نمیدونن رنگ پوستشون اینجوری بشه، و اون وانت ها رو کی ایجاد میکنه؟ کی تعیین میکنه که مثلا دختر من و شما دوست داشته باشه پوستش برونزه باشه یا سفید باشه یا مثلا لاغر باشه یا چاق باشه؟ این تیپ ها رو رسانه ها تعیین میکنه از طریق مکانیزم هایی که حالا اگه فرصت شد بعدم سوال میکنیم، و این وانت ها رو که ایجاد میکنن باعث میشه که مثلا دارو 10 یا 20% داروها اون داروهایی باشه که واقعا پرسکریپشن دراگه، و 80% درآمد شرکت های دارویی از اون داروهایی است که اصلا پرسکریپشن دراگ نیست، فقط خواستش به وجود اومده. حالا این مسئله اصلاح هم که خیلی مسئله پیشتری تری خواسته ایه. حالا ببینید، مثلا یکی از صنایع، یکی از چیزایی که هم بقول شما خواسته رو به وجود میاره در این زمینه هایی که شما مثال زدین، چیه؟ صنعت موده که فرض کنید توی مصرف کردن باز میفته تو اون قسمت مارکتینگ که چیکار میکنه؟ خواسته رو در انسانها، خانومها به خصوص، به وجود میاره. وقتی که این خواسته رو به وجود بیاره، به صورت روانی، از نظر روانی روانشناسی، انسان احساس میکنه نیازش رو داره، در حالی که اون نیاز اصلا یه نیاز تصنعیه، اصلا وجود نداره اون نیاز، بلکه چون خواستش رو در ذهن انسان به وجود آورده از لحاظ روانشناسی، انسان فکر میکنه که به اون نیاز داره در حالی که بهش نیاز نداره. و همین بحث ها حالا اگه از جنبه روانشناسی هم میتونستیم بهش برخورد کنیم بسیار جالب میشه آقای دکتر. پس ببینید، ما الان به این نتیجه رسیدیم که در واقع مهندسی اذهان عمومی یک فکته، یک حقیقتیه، یک چیز قابل لمس، ملموسه در این جامعه، و این در واقع بسیار هم همه جانبه است، اصلا یک جای خاص نیست، همه جانبه است، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اقتصادی، بالا اقتصادی، هم شاید از نظرهای دیگه، از خیلی نظرهای دیگه، فرض کنید که سیاسی، از جنبه های فرض کنید که اعتقادی، از جنبه های مختلف میتونن این خواست رو در انسان ها به وجود بیارن و بعد هم نیازش رو به وجود بیارن و بعد هم فروش کالا، حالا اونهایی که
به صورت مستقیم از این فروش کالاها به اصطلاح جنبه های مادی، استفاده مادی دارن، کاملا برامون روشن میشن که به چه شکلن. حالا اگه شما در این زمینه با صحبتی دارین بفرمایید آقای دکتر. بله، من سه تا نکته رو یادداشت کردم شما داشتین صحبت می‌فرمودین. اولا که شما به خانم‌ها گفتین، من بگم آقایون هم از این مسئله، چون شما خانم هستین خانم‌ها گفتین، منم که آقا هستم از آقایون بگم، این آقایون هم همش چیز نیست، نید نیست. شما اگر که مثلا از یه برای شهری با این همه آلودگی، با این همه قیمت گرونی بنزین میخواییم برین اون بر شهر با یه ماشین 4 سیلندر در واقع 1600 سیسی به راحتی میتونیم برین و تازه دور موتورتون از 1000 هم بالاتر نره، تو حد اکثر سرعت 50 کیلومتره. ولی همین آقایون که خیلی هم خودشون رو رشنال میدونن، میدیا این وانتو درشون ایجاد میکنه که برن یه ماشین 8 تنی 8 سیلندر 4000 سی سی که حد اکثر سرعتش 300 کیلومتره بی ام وی به اون قلتشنی رو بخرن، بعد باش مثلا تو شهر ونکوور با سرعت 50 کیلومتر رانندگی کنن. این که نید نیست، اینم دوباره. ولی خب تو آقایون یه جور دیگه این مارکتینگ صورت میگیره، توی خروج دیگه با توجه به همون روانشناسی که بعد یه نکته دیگه که بزنم بسید، این مسئله شاید بهتر باشه که ما بگیم اون چیزی که بنیادی هست این هستش که ذهن مردم شکلگیری اذهان در مورد یه سری مسائل توسط رسانه ها لاجرم اتفاق میفته. این که مثلا من ذهنم میخوام بدونم الان اینجا ابر هست یا نیست، میرم پنجره رو وا میکنم، بالا رو نگاه میکنم، از طریق مشاهده میفهمم که آسمون ابری هست یا نیست. درست. ها این مسئله برمیگرده به این که آیا در مونتریال آسمون ابری هست یا نیست، این دیگه از کنترل مشاهده من خارجه، یعنی با از طریق واسطه صورت میگیره. در نتیجه هر تصوری که من دارم که خارج از مشاهده مستقیم خودم هست، مثلا مردم تگزاس اینجوری هم، مردم واشنگتن سیتی با تگزاسیا فرق میکنن. من رفتم از همه مردم تگزاس رو اکسپریانس کردم. یا اگه برداشتی مثلا میگن مردم تگزاس با مردم کالیفرنیا فرق دارن، درست؟ اینی که من نرفتم با همه مردم چیز اکسپریانس کنم که مثل دیدن که آسمون ابریه یا نیست، این از کجا به من القا شده که من یه مایندستی دارم، شما یه مایندستی دارین. الان احتمال هم داره که مایندستمون شبیه باشه، چون رسانه‌هایی که به ما اطلاعات راجع به تگزاس و کالیفرنیا میرسونن خیلی با هم مشترکن. حالا علتش هم توی پولیتیکال اکانومی میدیا، اقتصاد سیاسی رسانه ها توضیح داده میشه که چرا اینجوریه. ولی من و شما هر کدومون حالا با یه مقدار فرق یه برداشتی داریم راجع مثلا مردم تگزاس چجوری هست، مردم کالیفرنیا چجوری هست، مردم افغانستان چجوری هست. ولی ما هیچ کدوم افغانستان نرفتیم. با هر چیزی راجع به افغانستان میدونیم شکل گیری از دید خودمون حالا نگاه کنیم. تا حالا وقتی میگفتیم کنترل اذهان عمومی، از دید قدرتمندان نگاه میکردیم. درسته. حالا بیایم از دید خودمون نگاه کنیم. ما باید در برای ما چیه؟ شکلگیری ذهنمونه. باید فکر کنیم ببینیم ذهن ما راجع به برداشتی که راجع به جهان خارج داریم که جوری شکل میگیره، و به این پی میبریم که دو جوره. جوره یکش این هستش که ما چیه چیزایی رو خودمون اکسپریانس کردیم که اونم لیمیتیشن های خودش رو داره، چون ما همه چیز رو اکسپریانس نکردیم. شکل دوش این هستش که حتما از طریق یه رسانه یا کتاب یا ژورنال یا مقاله است به دست ما رسیده. اینه که حالا ما متوجه میشیم که یعنی یه کسی که یه ذره راجع به این مسائل فکر کنه، میفهمیم که این ذهنی که فکر میکنه من فلان چیزا رو میدونم، بیشترش توسط یه رسانه شکل گرفته. حالا رسانه ممکنه رسانه یه کتاب علمی باشه، ممکنه هم از یه ژورنال مثلا زرد چی آنلاین باشه، ولی نمیتونه بگه من اینا رو خودم اکسپریانس کردم. و در واقع این شکلگیری ذهنمون اگر ما متوجه بشیم، اون موقع هستش که شاید بتونیم مقاومتی در مقابل اون کنترل ذهن نشون بدیم. دقیقا. به به، چه نتیجه گیری قشنگی کردین آقای دکتر، واقعا لذت بردم، چون قشنگ تونستم شما رو دنبال کنم. شما دارین میفرمایین که ما همه چیز رو که نمیتونیم تجربه کنیم، که ما یه بخشی از این در واقع قضاوت ها یا نتیجه گیری هایی که داریم رو تونستیم، بخش کوچیکش رو شاید
خیلی کوچیک تونستیم خودمون شخصا تجربه کنیم، بقیهش رو یه جوری دریافتیم، یه جوری گرفتیم. حالا این به قول شما همش از رسانه بوده، حالا اون رسانه میتونه یک کتاب معتبر، یک علمی کاملا منطقی و مستدل باشه که حالا این چند درصد اصلا میرن سراغ اونا، و یا اینکه نه از یک رسانه های زرد بسیار پیش پا افتاده و گاهی اصلا تحریف شده از اونا گرفته باشیم این قضاوت هامونو، و در مجموع به یه نتایجی میرسیم و بعد فکر میکنیم که حتما اینها درسته. اینش جالبه. پس من این خیلی خیلی استفاده کردم از این حرفتون. پس بهتره که ما اصلا بیاییم در هر لحظه یه محکی به خودمون بزنیم و یک سوالی بکنیم، این آیا واقعا تمام این داشته های ما، پیش داوری هایی که ما داریم و اونجور ساختیم رو هم دیگه رفتیم بالا، آیا همه اینا درسته، واقعا درستن، یا واقعا ما یه پیش داوری داریم؟ چون آجر پایینش اصلا خرابه. اون دوتا آجر اول رو اون رسانه زردهی که تحریف کرده و شایعه درست کرده برای ما ساخته. پس در نتیجه ما بهتره که همیشه به صورت باز با مساج روبرو بشیم. و البته دلم خواست اینجا یه چیزی هم خودم اضافه کنم آقای دکتر، و اون اینه که اگر موضوعات بیشتر به صورت فکت، یعنی چی؟ آمار و ارقام و عدد و اینجور چیزا باشه، باز یه مقداری آدم مثل این که جاش امتره، یه خود جاش امتره وقتی بره تحقیق کنم و مثلا اینقدر این رقم و عدد و اینا، باز یه خود دادم یه امنیت خاصی میده، تا یه تئوری های ذهنی و یک برداشت های شخصی و تحلیل های خاص و اینه. حالا اگر شما در زمینه ها صحبتی داریم بفرمایید آقای دکتر. بله، خیلی نکات خوبی رو اشاره کردین، و یکیش این بود که ما همیشه باید، پس نتیجه‌ای که میگیریم از این صحبتی که تا حالا کردیم این هستش که اون چیزی که تو ذهن ما شکل گرفته در حال حاضر رو ما همیشه باید به شک داشته باشیم. شاید قدم اول آزادی از بند بسیاری از چیزها، آزادی از بند دیکته شدن توسط خانواده، دیکته شدن توسط جامعه و فرهنگ دامیننت، فرهنگ عمومی جامعه، غالب جامعه، و دیکته شدن توسط رسانه ها، و دیکته شدن توسط قدرتمندان مختلفی که در جا این لغت قدرتمندان رو من به کار میرم به خاطر اینکه تعریفی آقای پیر بوردو کرده، قدرت یه چیز خیلی روش کار شده، و یکی از کسایی که خیلی روش کار کرده آقای پیر بوردو، حالا برای اون کسایی که دوست دارن برن سرچ کنن این حرفا، قدرت خیلی ابعاد مختلفی داره. اینه که لغت قدرت رو وقتی ما به کار میبریم، خوبیش اینه که دیگه محدود نمیشه به یک فرم خاص استفاده از زور، شامل همه انواع قدرت میشه. و در واقع ما وقتی بفهمیم که اون چیزی که تو ذهن ما هستش چجوری توسط اینا میتونه شکل گرفته شه، شک میکنیم، و این شک آزاد کننده است و راه نجاته، برای نجات از همه اینها. پس برای این که ما شک کنیم رجوع درسته اون چیزی که تو ذهنمونه خیلی مهمه. حالا چه عاملهایی میتونه باعث بشه که اون چیزهایی که تو ذهن ما هست رو نادرست بکنه؟ پس سوال اینجا پیش میاد اصلا درست و نادرست چه؟ میدونی که توی اواخر قرن بیستم، یک تا قبل از اواخر قرن بیستم، یک تئوریایی توی در واقع ساینس و تکنولوژی استادیز بود یا شناخت ما راجع به جهان، که فکر کردن که ما همه جهان رو میتونیم آنچنان که هست بفهمیم، مثل نیوتن که فکر میکرد که قوانین فیزیک به این صورته، ما جهان رو میتونیم به طور دیترمینیستیک بفهمیم. بعد که معلوم شد که مثلا هایزنبرگ اومد گفتش که آقا ما نمیتونیم خیلی از چیزا رو، مثلا آنسرتنتی هایزنبرگ میگه آقا ما کلا این سری چیزا هستش که هرگز نخواهیم جمیع این اطلاعات رو داشته باشیم. اواخر قرن بیستم یه گروه دیگه ایجاد شدن که گفتن که خب پس حالا اگه اینجوریه، پس ما اصلا کلا چیزی رو نمیتونیم بفهمیم و هر کسی برداشت خودشو داره، و به اینا میگن پست مدرنیست، که منم
با هر ستا اینا مخالفم، یعنی درستش این هستش که ما دقیقاً صحبت کنیم ببینیم ما چه چیز رو میتونیم بفهمیم و چه چیز رو نمیتونیم بفهمیم. یعنی همونطور که هایزنبرگ هم نگفته ما هیچ چیز رو نمیتونیم بفهمیم، گفته فلان چیز رو شما هرگز نخواهید فهمید. اینه که یک آخرای قرن 20 یکم این رفت به این سمت که و هنوزم تو جامعه نفوذ داره، یا آقا هر کسی نظر خودش رو داره، هر کسی برداشت خودش رو از حقیقت داره و هر کی هرچی گفت کن وی گو آن و این حرفا. ولی سوال اینجاست، ما از کجا میتونیم بفهمیم که اون چیزایی که تو ذهن ما هست چقدرش واقعا درسته و معنی این درستی چیه؟ درست. حالا نمیدونم دوست داریم وارد این بحث بشیم یا نه، چون مربوط میشه به این که در واقع چجوری این خطاهای شناختی تو ذهن ما شکل میگیرن. بابا برم تو این بحث. ببینید یه چیزی میدونید، چقدر میتونه دامنش گسترده باشه و چقدر میتونه کلیدی باشه. یعنی اگر کسی یا خود بنده اصلا این موضوع رو خوب متوجه بشم، خیلی از موضوعات دیگه در رابطه با این موضوع رو میتونم خطا و درستیش رو مرتبا چک کنم و تست کنم و میتونم خیلی از اشتباهات زندگیمو و برخوردهامو مرتب تصحیح کنم اگر خوب بهش برخورد کنم. آقای دکتر، برای جلسه اولمون همین که مخاطبان ما اولا با شما آشنا شدن، یک همچین دانشمندی اگر اجازه بدین شما رو استدعا کنم، واقعا ساینتیست ها خودشون رو دانشمند نمیدونن، خودشون رو علاقمند به دانش میدونن. من هم خودم رو ساینتیست میدونم، در نتیجه برای ما کلمات مطلقه. آره بگین علاقمندان به دانش. در همونجا متوقف میشه. به هر حال از اینکه این همه، اولا اینکه خیلی ساده و جالب این رو مطرح میکنی، اینا بحثای خیلی فلسفی هم میتونن باشن، میتونن بحثای روانشناسی فلسفی عمیقی باشن، ولی خیلی ساده مطرحشون کردین و برای من که خیلی جالب بود و من خیلی خوشحالم که این بحثا مطرح میشن. امیدوارم برای مخاطبین ما هم قابل استفاده بوده باشن، تونسته باشن دنبال کنن این بحث رو و نظرات رو. ما حالا با آقای دکتر جلسات زیادی خواهیم داشت و مرتب به این سوالاتی که همینجور پیش میان که فصلهای مختلف هستن جواب خواهند داد آقای دکتر و بازش خواهند کرد. من فکر می‌کنم برای جلسه اول آقای دکتر خیلی خوب بود که آشنا شدیم، اولا که با هم دیگه آشنا شدیم آقای دکتر، یه صحبت خودمونی و ولی پرمغز از نظر من داشتیم و همچنین مخاطبان کانال روراست که مخاطبان بسیار علاقمندی هستن، دوستان و مخاطبین ما واقعا دوست دارن عمیق بشن و موضوعات جدید رو یاد بگیرن و دنبال کنن، کما اینکه من خودم هم همینجور هستم. به هر حال من اینجا این برنامه رو که دوست دارم که زیاد بیش از این طولانی که بشه، هم شما خسته میشین هم که مخاطبا خسته میشن، هم که یک مسئله به این مهمی که الان شما بهش اشاره کردین ممکنه ما گذرا ازش رد بشیم، پس اینو میذاریم اگر اجازه بدین برای جلسه بعد. و اینجا از شما تشکر میکنم واقعا صمیم قلب که این وقت من خیلی استفاده کردم، از لذت بردم از صحبت کردم با شما، واقعا عالی بود آقای دکتر و من خوشحالم از آشنایی با شما. دوستان عزیز اگر اجازه بدین شما هم ما از حضورتون مرخص شیم، نظراتتون رو راجع به این بحثایی که شد حتما در کامنت ها بنویسید، سوالی اگر از آقای دکتر دارین بنویسین. اوکی ماشی. در کنار این صحبت ها اگر اجازه بدین کانال آقای دکتر رو هم که یک کانال یوتیوبی دارن اینجا معرفی میکنیم. ما در قسمت نوشتاری توضیحات این برنامه لینک کانال یوتیوب آقای دکتر رو میذاریم که اگر خواستین مستقیم مراجعه کنیم برنامه های ایشون و صحبت هایی که تا الان داشتن بتونید این کار رو بکنید. آقای دکتر یک جنبندی در نهایت داریم ازتون خواهش میکنم و بعد میتونیم برنامه‌مون رو به اتمام برسونیم. خواهش میکنم. همونطور گفتم من واقعا از صحبت کردم با شما لذت بردم، سوالای بسیار هیجان انگیزی میکنین و بحث رو میبریم همون جایی که برای منم خیلی جذاب هستش.
من اگه بخوام جمع‌بندی کنم، این که ما فهمیدیم که اطلاعاتی که ما از جهان خارج به دست میاریم خیلی وقتا از طریق رسانه ها هستش و در اثر تجربه، اگر در اثر تجربه شخصی خودمونه محدوده، اگر از طریق رسانه هستش از طریق واسطه هستش و بعد در اون چیزایی که در ذهنمون شکل میگیره دربارش همیشه شک داشته باشیم و این شک از کار اندازنده ای نیست، شکیست که باعث نجات و اصلاح دائمی دانش ما راجع به جهان میشه. دیگه بقیه‌اش حالا بعداً که چجوری این بفهمیم که اون چیزی که تو ذهنمون هست تا چه حدی با واقعیت جهان خارج نزدیکی داره رو و راه فهمش و اینا رو و راه اندازه‌گیری نزدیکیش به واقعیت رو دیگه بعد از اون جلسات بعد. بسیار بسیار ممنونم در این مقطع از شما آقای دکتر، خداحافظی میکنم و دوستان عزیزمون رو، مخاطبینمون رو ازشون خداحافظی میکنم، وقت بخیر بهشون میگم تا جلسه آینده‌ای که این بحث هیجان انگیز رو ادامه بدیم. شب و روزتون خوش.